سلام بیننده های عزیز، وقت همه شما بخیر. خدا کنه صحت مند باشین. به نام رسم زندگی از حسین نوری با شما هستم تا پایان برنامه مثل همیش عزیزان ما را همراهی بکنین. در رابطه با موضوعی که ما امروز صحبت میکنیم، دیروز هم ما در رابطه با بانوان صحبت کردیم، در رابطه با مدیریتشان. امروز میخواییم که در جامعه ما همون چالش ها و موانع ها و محدودیت هایی که صدرای خانم ها وجود داره، روی این همه محدودیت ها و این همه چالش ها صحبت بکنیم. بسنده ای هست که حالا همیشه وقت یاد میشه در این رابطه در جامعه ما و در کل چون روی فعالیت هایشان همیشه وقت صحبت کردیم، این مشکلات هم یاد بکنیم تا کسایی که بیشتر مسئول هستن، مسئولیت دارن، بیشتر روی این موانع و محدودیت هایی که صدرای خانم ها هستن همچنان توجه داشته باشن. همین موضوع امروز برنامه ما هست، موضوع خیلی خوب هست، با ما همراه باشین. مهمان را هم با خود داریم ولی فعلا در راه هستن، انشالله که تا چند لحظه بعد برسن بخیر و با ما باشن در برنامه. خانم مریم کوفی، نماینده مردم در مجلس نمایندگان، با ما خواد بودن، فقط چند لحظه بعد ما هم منتظرشان هستیم تا بیاین و بیشتر روی چالش ها و مشکلاتی که خانم ها بیشتر در جامعه ما با مواجه هستن صحبت ها را خواد داشتن. ما هم امید که گفتم خانم منتظر خانم کوفی می باشیم، انشالله که برسن. و اگر میخواین که با برنامه ما پیام بگذارین، میتونین 488 تماس بگیرین، بعدا کلید 4 هفته فشار بتین، کلید برنامه ما هست، نظر پیشنهاد انتقاد بگذارین تا باشه به خاطر بهتر شدن برنامه ما از نظریات شما استفاده بکنیم. فیسبوک هم در خدمت شما، شماره های تماس هم در خدمتتون هست، همیشه وقت میتونین که با ما شریک کنین. روی صفحه تلویزیون تون میبینین، فیسبوک برنامه ما هست، لایک بکنین و نظریات موضوعاتتون رو بگذارین. موضوعات هم میباشه، میتونین که پیشنهاد انتقادتون رو بگذارین تا به خاطر بهتر شدن برنامه ما هم استفاده بکنیم. تا مهمان میایه روی چند موضوع اساسی که ما هم دو رابطه انشاءالله که از خانم کوفی سوالات خواد داشتم، میخوایم اشاره های داشته باشم. یکی خب بس حضور خانما هست در جامعه که ما همیشه یاد کردیم در این رابطه که در جامعه ما حضور خانما چگونه هست، اگر چه همه ما میبینیم که اونا فعالیت چشمگیر داشتن همیشه وقت، هر دختر خانم اگر بوده خانما بوده در جامعه ما فعالیت داشتن، ولی اگر در کل چون بیشتر نمایندگان و مردم در مجلس نمایندگان اونا بیشتر ارزیابی کردن و خوبتر میدانند که حضورشان چقدر بوده، یعنی میزان حضور خانما در جامعه ما کاهش یافته یا هم افزایش یافته، اونا بیشتر در این رابطه صحبت خواهد کردن و این موضوعی است که از اونا خواهد پرسیدم. بس تغییر دید هست که همیشه وقت یاد میشه که دید مردم نسبت به خانما تغییر خورده یا نسبت به حضور خانما در جامعه تغییر خورده، ای که تو چه حد روی این موضوع هم بس خواهد کردیم که اگر دید مثبت است منفی، دید مثبت چه تاثیر گذاشته و این دیدهای منفی که هنوز هم وجود داره چه کارهای در این رابطه باید صورت بگیره تا دیدهایی که همو افکار منفی و مفکوره های منفی هنوز هم در مقابل خانم ها وجود داره، این دیدهای منفی را هم بالاخره باید تغییر داد. بس خود مبارزه خانم ها هست که در جامعه با وجود همه چالش هایی که اگر وجود داشته باشه، اونا چگونه مبارزه بکنن، چگونه بر خودشان زمینه سازی بکنن به خاطر از اینکه بتونن بیرون در جامعه کار بکنن، کارهایی که بالاخره هر کس یک اهداف را در زندگی خود می داشته باشه. یعنی بس مبارزه هر یک خانمی که می خواهد که بالاخره در جامعه خود کار بکنه، در کشور خود کار بکنه، به اهداف خود برسه، این خیلی مهم است که خودش چقدر بالای خودش اعتماد داره، چقدر اعتماد به نفس داره تا بالاخره با همه موانع ها و محدودیت ها را از راه خود دور بکنن و بتونن که نقش خوب در جامعه باشن. این موضوع را هم انشاءالله خواهد پرسیدم. چند بحث هست که مو موضوعات کلیدی هست که همیشه وقت در این رابطه یاد میشه یا گفته میشه، ولی ببینیم از هر وقت اگر صحبت میشه باید بالاخره ارزیابی شده که چقدر تغییر خورده یا چقدر این چالش ها و مشکلات کم شده. با این همه ما میخوایم صحبت بکنیم و یک موضوعی که در این اواخر از لحاظ امنیتی هم همگی نگران هستند که بالاخره اون همه فعالیت هایی را که در این چند سال هایی که بالاخره اگر طبقه ذکور ناس بوده اینا داشتن یا هم خانما مخصوصا بوده، همگی نگران از همین راه هستند که بالاخره این چالش های امنیتی و این مشکلات امنیتی همو فعالیت هایی را که داشتن دوباره از بین نبره و بالاخره حضور خانما چگونه میشه، که ما روی این موضوع هم صحبت میکنیم که بالاخره این شرایط چگونه تغییر کنه و
باز هم تا نشه بالاخره مو حق و حقوق را که خانما خیلی با مشکلات زیاده تانستن که دوباره به دست بیارن، تانستن که جای خود در جامعه پیدا بکنن، این همه از بین نره. یعنی موضوعات هست که اگر هر خانم، اگر در رابطه هر دختر خانم بحث بکنن، نگرانیشان هم زمین راستا هست و میخواین همگی درس بخونن، میخواین همگی خانم‌ها کار بکنن، اما تو که آقایان در جامعه حضور دارن یا مدیریت میکنن، در سطح مدیریت و رهبریت هستن، اما تو حقوق خانما هم هست و اونا هم میخواین که در جامعه بیشترین سهم خود داشته باشن، به نحو مدیریت بکنن در همه بخشا و بخشایی که هست و روی بخش مدیریت که ما دیروز صحبت کردیم و موضوع خیلی ها مهم هست. این موضوعات هست که انشالله صحبت میکنیم و من هم صحبت های ادامه میتونم، چون تا حالا مهمان برنامه ما نرسیدن. و یک موضوعی که عزیزان دیروز هم تا جای روی موضوع یاد شد، بیشتر حال زمینه های خوب پیدا شده به خاطر کسایی که اگر بخواین درس یا تحصیلشون ادامه بتن، یعنی خیلی زمینه سازی هست. اگر ما قبول میکنیم که مشکلات داریم در جامعه ما، یعنی هر نوع مشکلات، مخصوصا صدرای خانما که از هر لحاظ با یک نوع مشکلات خیلی زیاد در جامعه روبرو میشیم، ولی مهم ای است که ما چه اهداف را داریم و ما چگونه بتانیم که به اهداف ما برسیم. این بحث خیلی مهم هست که ما بیشتر باید روی موضوعات کار بکنیم. یعنی حتما هر یک ما مسئول هستیم. اگر هدف داریم، اگر میخواییم که به عنوان یک خانم، به عنوان یک دختر خانم در جامعه حضور فعال داشته باشیم، پس مبارزه خود ما خیلی میتونه نقش کلیدی خود داشته باشه. خانم مریم کوفی هم بخیر رسیدن، بیاین یک وقفه کوتاه بگیریم تا بعد از وقفه صحبت ها را با خانم کوفی آغاز بکنم. عزیزان بازم خوش آمدین، با شما هستیم، مهمان ما هم رسیدن. من اگه صحبت نمی کنم، صحبت ها رو میگذارم به خانم مریم کوفی. سلام و شما خیلی خوش آمدین. روی چند نکته که من اشاره کردم، چون روی نمو چالش هایی که خانم ها و بانوان در افغانستان مواجه هستن بحث میکنیم. در آغاز میخواییم این که بازیابی که شما داشتین، حضور خانم ها چگونه شده در جامعه ما، در جامعه افغانستان حضورشان، فعالیت هایی که داشتن چگونه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از ادب دارم خدمت شما و خدمت طبعاً در این جای شکی نیست که خواهرها در افغانستان در این اواخر بسیار بسیار به حالت مشقت باری به سر میبرند، به واقعیت که چی در ادارات دولتی هستند، چی در مؤسسات خارجی هستند، چی در تلویزیون ها هستند، چی در هر جایی که هستند، وضعیت بسیار به یک وضعیت خراب به سر میبرند، به خشونت های گوناگون اینا مواجه میشوند متاسفانه. و کمرنگی خانما در داخل نهادهای دولتی به خصوص در حکومت، چی در ولایات، چی حکومت های محلی در ولایات و مرکز، این همش بسیار یک نگرانی جدی را هم به ما و هم به جامعه بین المللی به وجود آورده که به واقع مردم هم نگران هستند و ما هم زیاد نگران هستند. تلاش کردیم و تلاش میکنیم که در این عرصه ما کار کنیم که پیدا کنیم ریشه های از این خشونت و ریشه های از این که چگونه ما خانما به چالش های بزرگی که سر جای ما واقع شده میتونیم خود نجات بدیم. متاسفانه هر قدر میکنیم، ما هم از این وضعیت بیبود در کشور نجات پیدا نمیتونیم کرده، چون که ما هم جزی همی تبع همی افغانستان هستیم و افغانستان یک کشور مذهبی و سنتی است. کمتر به خانم‌ها توجه دارن و در ادارات دولتی میری باور داشته باشه که من وکیل که رئیس یک گروه پارلمانی، بزرگترین گروه پارلمانی از افغانستان دارم در داخل شورا، اینمی وزیرا یا کسی که در یک رأس است باور داشته باشه که از چوکیش بالا نمیشه، حتی یک سکرترش. و اگر یک وکیل مرد میره، از دان دروازه وزارت استقبال میشه تا داخل وزارت. اما متاسفانه اینمی رقم در عرصه‌های مختلف خشونت‌های مختلف وجود داره که ما تمامش نمیتونیم به مردم افغانستان بیان بکنیم، به خاطر از اینکه اینجا بازم ما متضرر میشویم. نه تنها ما با پیچکش پلاس و انبر داغ میشیم، بلکه ما اکثرا قربانی میشیم، قربانی های خشونت های گوناگون. ما به بد داده میشیم، ما فروخته میشیم. ما باور داشته باشه که خشونت هایی که به خانم ما اونا مواجه میشون، به خشونت ها اکثرا اونا پوشانده میمانه، به خاطر از اینکه افغانستان یک کشور سنتی است. اگر خانم ما بگن که بریم ما به رسانه ها مراجعه بکنیم، به ریاست های امور زنا در ولایات، به نماینده زناشان در ولسوالی ها، به قریاجات، به اینا ما مراجعه بکنیم، ما از یک چشم دیگه میبینن اونا که اینا بد اخلاق شدن، رفتن در رسانه ها یا گپایشان یعنی چی کردن.
یعنی رسانه ای کردن. به همو خاطر اکثرا گپایی که از افغانستان اینا پوشانده میمانه اما متاسفانه از زیادترش خبر نمیشه. میبینید در افغانستان غیاتتان باشه از مصالی های درازی که به افغانستان او تو عقی که قائل میشدن طوری شاید باید حکومت مردای ما در زمان انتخابات هایشان چی دولت گذشته و چی دولت فعلی اگر اینا برگردن به آرشیفای یعنی سخنای خود باز اوجا متوجه میشون که ما چی وعده های به خانی ما کردیم. بله. ما در حالی که اینا میگن که ما 37% خانی ما را داریم، ما ادعای ما 50% هستیم به خاطر از اینکه ما از مردا کده بیشتر هستیم، نفوس ما از مردا کده بیشتر است. اگر مرد ما است او ما اولاد ما است، شوهر ما است، از جزء فامیل ما است. ما زمانی که یعنی اونا به زمان به سخنانشان در انتخابات مراجعه بکنن باز حقوق ما را میپردازن، اما متاسفانه از ما مینیست یک ابزار استفاده میکنن، همچین که در خانواده ها استفاده شدن مینیست یک ابزار استفاده میکنن، پس از او باز اصلا به باد فراموشی سپرده میشن متاسفانه. خانم کوفی همیشه وقت بس است که میگن دید در مقابل خانم ها در رابطه به حضورشان در اجتماع تغییر خورده، یعنی افکار منفی که بوده حالا خیلی تغییر خورده. شما چقدر موافق به این موضوع هستین که دید و یک فیصدی که همیشه وقت دیدشان منفی بوده در مقابل خانم ها، فعالیت هایشان، حضورشان در اجتماع، این موضوع چقدر؟ شما ببینید ما کدام دید در خانم ها تغییر میبینیم؟ هیچ اصلا دیدی ما بر علاوه که یک گروپی مختص به زنا را جور کردیم در داخل پارلمان که ما 19 نفر از خانم ها را داریم یا 17 نفر از خانم ها را داریم که بزرگترین گروپ پارلمانی از داخل پارلمان کشور که مردم دو خانم در یک جای جمع کرده نمیتونه، به خصوص نظرهای مختلف هستن، تمامشان نماینده های مردم هستن و تمامشان از مفکوره های عالی برخوردار هستن. ما تونستیم که جمع کنیم در صدد ریشکن کردن امی خشونت هایی که ما در ادارات مختلف به او مواجه هستیم، اما متاسفانه اینا میگن که ما به خانم ها 1% یا کمتر از 1% یا 2% یا چندی که اونا حق قائل هستن و اینا امرارشان وعده کردن. من مطمئن هستم که اگر مطابق قانون اساسی افغانستان اینا عمل بکنن، چون که در قانون اساسی افغانستان خودش ذکر شده ما حضوری ما در داخل ادارات دولتی، شما همیالی ببینید در ما در چندین وزارتی که خانی ما را داشته متاسفانه با زمزمه وجود داره که به عوضی از وام مردار معرفی میکنن به خاطر از این گفتن که خانی ما در رعایت کار ندارن، در حالی که خانی ما با ظرفیت اونا معرفی نکردن در ادارات در وزارتخانه‌های مختلف. ببینید شما وزیر مواد مخدر بهترین بانوست، بهترین کار کردن، وزیر تحصیلات عالی او هم در از خودش کارهای کرده بود اما متاسفانه از طرف شورا و سلب صلاحیت شد و ما فکر میکنم که او نتونست کاری بکنه در داخل شورا و متاسفانه او عصب شد. من به عصب شدن از او جگرخون شدم چون که یک زن بود نمیخواستم. وزیر کار امور اجتماعی هم سال از او ببین در وزارت کار امور اجتماعی بازم یک مرد معرفی کردن به جای از اینکه یک زنی با ابتکار. ما زنایی را داریم که در داخل این نظام بلندترین تحصیلات دارن. بله. اونا ما در سر محکمه افغانستان نداریم، ما در لوی سارنوالی نداریم، ما در بخش قضا در تصمیم گیری چه خانیم نداریم. ما چند خانیم هم که در داخل شورا هستیم، در وزارت خانه ما مراجعه میکنیم. پیشترم برتان گفتم که سخن مردان نسبت به ما بسیار برنده است و اصلا به او دیدگاهی که مردان را میبینن خانیم ما را نمیبینن، به دیدگاه عقیر میبینن اونا را، خانیم ما را اصلا متوجه گپشان زیادتری وقت نمیشن و ما متاسف هستیم. اما اراده قوی در داخل نظام وجود نداره، در حالی که بانوی اول همیشه در راستای خانم‌ها باید کار میکرد که متاسفانه او هم شای تبلیغات مردا قرار گرفت و کاری هم نتونست در عرصه زنا. از جمله پروژه پرمود ببینیم بزرگترین پروژه در افغانستان پروژه پرمود بود، امی تانز در ولایت های ما کاری نشده که قابل لمس باشه. اما تانز هیچ ما از آگاه نیستیم که در کجا تطبیق شد و چیکار شد. ما باید یک چند پانتون زنانه می داشتیم، ما یک چند مؤسساتی که دیگه به مختص به زنان می بودن که اینا کار میکردن و ما خانمایی که همیشه دوست زیر قولشان از سرگردان دختر خانمای جوانی که در ادارات دولتی می روه هزاران خواهش به جای که از اونا میشه که آدم متاثر متاسف می شود. ببینه وقتی که سیوی زیر قولش است میره از دادم سکرتری وزیر که چشم به او دوخته و ما چشمای شودناک از واسه چشمای زننده از واسه متوجه از واسه تا رئیسش وزیر شهر کلامی دیگهش. اما در این عرصه تا هنوز هیچ کار نشده. من بسیار متاسف هستم، متاسفانه از جایگاهی که ما هستیم بلندترین مرجع قانونگذاری است که ما در این عرصه به خانی ما کاری نتونستیم بکنیم و بر علاوه کاری نتونستیم بکنیم حکومت امرای
شورای ملی یک نوع امانگی نداشت، بخصوص بخش زنایش که اینا برای حکومت که ما چندین بار مراجعه کردیم، چندین قانونی هم که ما تصویب کردیم تانوس توشه نشد و قانونی خشونت علیه زنا در داخل شورا زمینگیر شده، اونا در گرو یک چند نفر هستن به خاطر چند ماده جنجالیش که بود. به هر صورت ما اینو میخواهیم بگویم چیزی جواب شما که اما چند فیصد خانمایی که در داخل خود نظام حکومت وحدت ملی کار میکنن اینا هم قناعت ندارن، هر کدامش به موزم خود شکایت خدا داره، اما متاسفانه گپی ما را کمتر شنیده. دقیقا در این اواخر شرایط جامعه ما قسم مونده که بالاخره همگی از لحاظ امنیتی با مشکلات زیاد روبرو هستن، به یک نفع با تشویش هایی که بالاخره چی خواهد شد، یا مخصوصا اگر در رابطه با بحث خانما یاد بکنیم گونه هم خیلی نگران هستن، تا حالا بالاخره با هر نوع مشکلاتی که اینا مبارزه کردن و تانستن تا یک جای خود برسانن در جامعه، اما جایگاه خود پیدا بکنن، حالا این شرایط چه تأثیر میگذاره مخصوصا در قسمت حضور خانما و بیشتر چه مورد در این موضوع هست که میخواین شما یاد بکنید؟ من فکر میکنم که اگر یعنی دقیقا امی جنجال های یعنی اواخیر سری بودن خانما در داخل این نظام باید یک آجندای مهم میبود، یک آجندای مهم میبود به دولت، اما متاسفانه ما یک آدرس قوی نداریم. اگر شورای ملی هستیم، اگر جامعه مدنی هستیم، اگر در بخش امور زنا و وزیر امور زنا است، یک آجندای قوی باید به حکومت اینا دادن میدادن، به خاطر در عرصه خانما در نهادهای مختلف اینا کمپاین میکردن و امیر قمرا پیمایی که برادرای ما کردن، ما اگر برادر ما شهید شد پسر یک مادر بود، خواهرش یک مادر، خواهرش یک دختر بود، اگر پدر ما شهید شد و خانم نوشت به سرپرست برای بدل عبد، باز در اینجا ما متضرر متاسف شدیم. خب به هر صورت این امی رقم را پیمایی که در داخل کابل صورت گرفته، اگر جامعه مدنی، حقوق بشر و داخل شورا این امی یک کمپاینی را برام انداختن که حداقل صدای مردم، صدای ما خانیما را حکومت وحدت ملی میشنید و امی خانیما را دردشان را دوام میکرد، مشکلشان به مشکلشان برسی میشد، مشکلشان مشکل از یاری شیابی میشد تا ای که از یه حالت فعلی نجات میافتن، اما متاسفانه خانما سرگردان میگردن، کسی صدای از یار نمیشنوه، استفاده های غیر گوناگون میشوند، اما متاسفانه هیچ کسی به درد و دادی از یار نرسید تا حال یازی را اینا در مو انزوایی که قرار گرفتن در مو انزوا هستن. و ما از تمام خواهرها چی در ادارات دولتی و خارج از ادارات دولتی و نیادهایی که اینا درس میخوانن، نیادهای اکادمی که اینا درس میخوانن در وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی در صفوف قوای مسلح هستن، شما ببینید ما تا هنوز یک میهنه در وزارت های سکتوری که امنیتی ما زن نداریم. چرا زن ها نمیتونن کار بکنن؟ وقتی که زن میتونه که زواد دیسانت شوه، امو مثل برادرایش واره، او نمیتونه که مهنیت بکنه یا وزارت بکنه یا وزارت جنگی، اما متاسفانه به ما احترام امتیاز قائل نیستن، به همو دیدگاه مردانه که میبینن همیشه خانما رو در گرو خود گرفته و متاسفانه صد متاسفانه که به خانما هیچ ارج احترام قائل نیستن. خب روی تلاش های خانما بگوین، تا حالا همه مبارزات و تلاش هایی که خود خانما داشتن تا بتونن این موانع ها و این محدودیت ها را از صدر رایشان دور بکنن چگونه بوده و بازم بالاخره با این همه مشکلات اونا چگونه کوشش بکنن تا بالاخره همون جایگاهشان که هست حفظ بکنن یا هم به خاطر بدست آوردن حقوقشان؟ ببینه زمانی که یک خانم میره در یک اداره دولتی به خاطر جایگاهی که داره یا میخواد که همون جایگاه خود حفظ داشته باشه یا حمایت شود، تا که شناخت نداشته باشه، تا که یک وکیل واسطه‌ایش نباشه، تا که یک روابط دیگه نداشته باشه که من نمیتونم کلاگ خانم‌ها را محکوم بسازم به یک، تا که روابط‌های مختلفی نداشته باشه که دوج برای خود بستر سازی نکرده باشه، متاسفانه از لیاقتش هیچ استفاده نمیشه. متاسفانه از لیاقتش استفاده نمیشه. اول دمی مدیای معتبر افغانستان باید در هر عرصه خانم‌ها حضور فعال خود داشته باشه، به خاطر از اینکه ما باید 50% در داخل مدیا ما خواهرای ما هم در اینجا حضور داشته باشن، اما متاسفانه جایی که مردا باشن دخترها را کمتر میگیرن و دخترها باز امو دل پری که دخترها دارن که باید یکی داره برون یا در نیاد برون کار بکنن یا در تلویزیون برون کار بکنن، او رقم با و امو
به موی احساس که میروان احساسات چون خشدار میشن، دقیقاً محکوم میشون، اونا را همیشه به یک چشم دیگه میبینن. اگر خودشان فعال باشن، باور کن که هزاران رقم انگشت انتقاد طرفشان زده میشه که میگن که این خانم ولو که رقم خانمی که باشن اون رقم یک گپ است. خب به هر صورت باید خود خانم ها استوار باشن، خودشان سعی کنه بگینی ما سه دفعه زخمی شدیم، مبارزه کردیم، بله، و از هیچ گپ ایراس نکردیم، ولو که هر کسی که گپ گفته اصلا گپش گوش نکردیم و به خود جرات دادیم که در مقابل مردا بیستم و شامت بکنم واقعا. و از این ما از مردم تخار تشکری میکنم. ما 70 زن کاندید داشتیم در تخار، تمامش تخاری بود. من بدخشانی بودم که کابل زندگی میکردم، رفتم تخار کاندید کردم، اما از ظرفیت خود استفاده کردم که الحمدلله امروز در این چوکی ششتیم از آدرس مردم گپ میزنم. نه خواهرای ما من نمی رقم کنم، خودشان شامت کنن، برادرای ما را نادیده گپشان بگیرن، به خاطر از اینکه تا یک چیزی از دست نتی یک چیز دیگر را به دست نمیاری، صد فیصد دیگر پسته. ما مجبور هستیم که به خاطر به دست آوردن موقف و مقام ما، به خاطر به دست آوردن ارزش های ملی و مدنی ما، به خاطر به دست آوردن ارزش های خود ما که بزرگترین ارزش، ارزش عزت و آبروی ماست، به خاطر این و به خاطر موقف و مقام و جایگاه ما مبارزه بکنیم. که ما متاسفانه خانم ها کمتر در این راستا مبارزه دارن. اگر در ادارات می روند دو بار که رفتن یک گپ خشونت آمیز شنیدن، بار سیوم در او در او اداره مراجعه نمی کنن، به خاطر از اینکه میگم ما می ترسیم که در یک اداره بریم کار بکنیم در اداره فاسده که است، در حالی که با ما کار ضرورت می داشته باشه. او ضرورت داره که نانوار فامیل باشه. ببینید خواهرای ما برادر ندارن زیادترش، پدر ندارن زیادترش، مادرای ما بیوستن، ضرورت دارن به کار، شوهر ندارن. اونا بسیار مایوس و متاثر هستن، از بیکاری رنگ میبرن. اما تا هنوز حکومت وحدت ملی در راستای خانم ما کوچکترین کاری را انجام نداده. اگر چهار وزیر زن اونا به پارلمان این معرفی کردن، اونا تمامشان سمبولیک بود و اجازه اجرایی نداشتن متاسفانه. بله واقعا همطور. واقعا خیلی صحبت های خوب بود. تشکر خانم کوفی ازی که در برنامه تشریف آوردین. بیننده های عزیز سپاس از همه شما که بازا ما را همراهی کردین. این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. انشاءالله صحبت های امروز ما همچنان مفید تمام شده باشد. تا دیدار بعد همه شما بالا یک تا مسپارم. خدا نگهدار.